سلام دوستان امروز با هم میریم یه چای هندی به اسم چای ماسالا رو آماده کنیم این چای خیلی خوشمزه است و خواص زیادی هم داره برای تهیه این چای بعضی از مواد اون ممکنه کم یا زیاد بشه اما مواد اصلی معمولا این هاست مقدار اون هم ممکنه با چند عدد کم و زیاد شدن این موادی که میبینین باشه زیاد مسئله نیست گاهی ممکنه اینها رو تف بدن و گاهی بدون اینکه تف بدن چای رو درست کنن گاهی به صورت پودره و گاهی هم به همین شکل اونو دمش میکنن حالا من میخوام به صورت پودر در بیارم دو عدد بادیان ستاره یک قاشق چایخوری خوری زیره سبز حدود 15 عدد فلفل سیاه 6 7 عدد میخک یه تکه دارچین خشک سه عدد هل سبز یه چوب کوچیکه که دارچین که اونو تکه تکش کردم و اینا رو با هم پوج میکنم یه لیوان آب توی ظرف میریزم و این مواد رو که به این شکل در آوردم و حدود دو قاشق چای خوری شد توی این ظرف میریزم این مقدار برای دو لیوان بزرگ یا اینکه چهار فنجان کافیه میذارم حدود پنج دقیقه با حرارت کم بجوشه بعد یک قاشق چایی خوشتم و از اون چاییهایی که واقعا تعم چای داره و گسمزه است توی اون میریزم فرقی نمیکنه چه نوع چای باشه فقط باید طعم عالی چای رو داشته باشه و با چای حدود 3 4 دقیقه میذارم بجوشه بعد دو لیوان شیر رو توی اون میریزم یه قاشق هم شکر بهش اضافه میکنم شکر رو میتونین اضافه نکنین یا بیشتر اضافه کنین اما یه قاشق برای این مقدار یه طعم معقول و خوشمزه ای رو بهش میده میذارم حدود 3 دقیقه دیگه بجوشه و بعد اونو از روی حرارت بر میدارم چیزی بین 8 تا 10 دقیقه از اول تا آخر چای ماسالا طول میکشه تا بجوشه جوشه بعد اونو یا توی قوری صاف میکنم یا توی لیوان ها اگر خاصیت عدویه هایی که توی این چای به کار برده شده بدونین به خواص این چای هم پی میبرین این چای علاوه بر خواص زیادی که داره خیلی خوشتم و خوشمزه است و یک گزینه خیلی خوب برای پذیرایی از مهمان دوستان عزیز خدا نگهدارتون